این خاک به زر میده. این خاک جزء خاک هایی هست که در لایه بندی استفاده میشه و معمولا ما بین 4 تا 5 عمق تقریبا، حالا قبرها تا قبرها که لایه بندی هست و تقریبا مال تپه ها که یه سری از اون جایگاهی که برای اموال فقط مشخص شده قرار داره، ما بین 4 تا 5 عمق داره و در این عمق قرار داره. این خاک رو اگر که شما پیدا کردید دقیقا به محل اصلی دفینه رسیدید. خب قبل از اینکه شروع بکنم ممنون میشم که تا آخر این کلیپ همراهم باشید و لایک و سابسکرایب یادتون نره. خب ببینید دوستان، ما در لایه بندی، خب لایه بندی اگر کلیپ های من رو دیدی باشید دوستان، ببینید اگر جایی رو حفاری کردید لایه داشت، یعنی لایه ها تغییر کرد، حالا سفال شکسته، خاک رز، آهک، ماس بادی، به این صورت اومدید پایین، معمولا اینی که من میگم در عمق 4 تا 5 متری میاد که بعد از، چون بعضی جاها فرق میکنه، بعضی جاها مثلا بعد از ماس بادی شروع میشه، بعضی جاها بعد از آهک شروع میشه، ولی این در کل بهتون میگم که در چه صورتی است و به چه حالتی این رو انجام میدادم. ببینید انتهای کار معمولا یا یه سنگ رو میذاشتن قسمت انتهای کار یا کاملا این رو ساروچی میکردن و بالای این خاک رو میریختن. خب بالای این خاک رو میریختن که بعدنها به گل صابونی هم تبدیل میشه دوستان. بعضی موقع هم همون حالت رو داره، دست نمیخوره، در بعضی جاها به گل صابونی تبدیل میشه، یعنی میچسبه به خود محل ساروچی، این قسمت کاملا چسبیده میشه و اصلا حالت خمیر میگیره. اون بخارهای زیرزمینی یا گازهای زیرزمینی این کار رو انجام میده و اون رطوبت، اون نمناکی که در قسمت‌های بالا پایین به این سمت و از دیوارها میاد، این خاک رو دقیقاً به شکل گل صابونی تبدیل میکنه که نسبتاً سیاهه و قهوه‌ای سوخته یا قهوه‌ای به اون صورت تبدیل میشه، ولی در جاهایی که حالت اون تغییر نمیکنه معمولاً خاک هیچ تغییری نمیکنه، همون حالت رو به خودش میگیره، یعنی اون حالت میمونه. تقریبا خاک رز با آهک علک شده، آهکش خیلی کمه، درصد کمیه چون تو لایه ها استفاده شده، این برای محکمکاری یا محافظ دفینه ازش استفاده میشه که همیشه در گذشته ببینید دوستان اینم است، در گذشته همیشه جایی رو انتخاب میکردن که نه نمناکی وجود داشته باشه، نه آب یا سیل یا بارانی از اونجا رد شده باشه، همیشه سعی بر این بوده که در جای خشک و خنک و در جهت طلوع آفتاب باشه. اینها خیلی مهم بوده برای حتی دفینه گذاریشون. پس بدونید که نکته اول یا فاکتور اولشون این بوده در جایی که هیچ نمناکی یا رطوبتی نداشته باشه که می اومدن این کار رو میکردن. اگر دیدی در بعضی جا این خاک هنوز دست نخورده، معمولا قسمت زیرینش یا یک سنگیه یا یه سنچینیه که حالت تاخچه رو به شما میده، انتهای کار که مال یک قبره. اگر توجه کرده باشی زمانی که تاخچه قبر نمایان میشه، یک خاک دستی خیلی نرم، خیلی نرم و قهوه‌ای رنگ، دقیقا همین کاوری که گذاشتم به این صورته و لابلای این همون سکه زیورالات و زنانه یا هر چی که هست داخل این پیدا میشه. چرا؟ چون در قبرها بیشتر به این صورته که تاخچهش زمانی که شما حفاری میکنید معمولا یا تاخچه رو به هم میریزید که میفته رو همون خاک. بعضی جاها خود همین خاک بر روی سنگ یا سنگچین و یا کف ساروچی میریزن. پس بدونید که تو این محدوده نسبتاً بین 4 تا 5، من حساب کردم در مورد قبرها،
در جاهای دیگه فرق میکنه دوستان، اشتباه نکنید. در جایی که عمق بالا رو داره معمولا انتهای کار باز همین خاکه. خب اگر که هلوش 20 متر 30 متر هم حفاری بشه به سمت پایین، انتهای کار باز همون خاک قهوه‌ای رنگیه که اگر باز هم اون لحظه حتی جایی هم که خشک باشه، زمانی که شما حفاری میکنی یا میرید پایین، این خاک وقتی دست میزنی پای که یه شکلی باش درست بکنی، مرطوبی رو به خودش میگیره. یعنی شما وقتی که نگاش میکنی یه حالت مرطوبی داره ولی خشکه. ببینید این حالته که در سه حالت که من گفتم، یا رو سنگچین هست، یا رو کف ساروچی هست، یا رو تقریبا سنگ بزرگی که در انتهای کار از این استفاده میکنن که در عمق 4 الی 5 متری مشخص میشه. بغیر از اون تقریبا دفینه هایی که عمق بالایی رو دارن باز هم همون انتهای کار به این صورته، ولی بیشتر در قبرها استفاده شده و از همون خاک علک شده، یعنی ماسه رس و ماسه و خاک قرمز و آهک، اینها علک کردن و به این شکل در میاد که بعد از مرورها در زیر زمین حالت رنگش تغییر میکنه به شکل یک حالت سوختگی یا به حالت قهوه‌ای سیاه یا قهوه‌ای تیره در میاد. خب ممنون، سپاسگزارم. دوستان عزیز حتما ویدیو رو لایک بکنید و اینکه کلاس‌های آموزشیمون انشالله تا چند روزی دیگه مشخص میشه. فقط خواستیم که اعلام بکنیم که دوستانی که میخوان تو کلاس‌های آموزشی شرکت بکنن با استاد میرحمدی هماهنگی کنن و اسم‌نویسی بکنن تا انشالله برای اون وقت و تایمش که بشه بهتون خبر بدیم. ممنون و سپاسگزارم. حتما ویدیو رو لایک بکنید. با تشکر. خدا یار و نگهدار.